سلام، به یه اپیزود دیگه از پادکست خط خوش اومدین. توی این کانال ما خلاصه کتاب ها رو قرار میدیم، در واقع به صورت صوتی روایتی داریم از خلاصه از کتاب های جذاب و مفید. ته یک چالش 90 روزه قصد داریم 90 خلاصه کتاب رو توی کانال ما قرار بدیم و امیدوارم که برای شما جذاب و لذت بخش و مفید باشه. تو این اپیزود به گفتن خلاصه کتاب کتابخانه نیمه شب میپردازیم. کتابخانه نیمه شب یکی از کتابهایی هستش که میتونه ذهنتون رو درگیر بکنه و باعث بشه که کمی بیشتر به این موضوعی که در این کتاب در واقع صحبت کرده فکر بکنید و میتونه ذهنتون رو کمی به چالش بکشه. پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر جذاب بود براتون کتاب و تمایل داشتید به خوندن کاملش، میتونید حتما نسخه اصلی کتاب رو تهیه و کامل کتاب رو بخونید. مثل همیشه بریم سراغ کتاب. اگر شانس اینو داشته باشید که به کتابخونه نیمه شب برید و خودتون تمام زندگی های دیگرتون رو ببینید، چه اتفاقی میفته؟ امکان داره هر کدوم از این زندگی ها بهتر از زندگی حال حاضر شما باشه. نورا با سوالی اینچنینی به سراغ کتابخانه مرموز میره که بدون قصه زندگی اون چطور میشد اگه در جایی از زندگی انتخاب دیگه ای میکرد؟ اون زندگی پر از بدبختی و پشیمونی داشته، اما در این کتابخونه فرصتی براش فراهم میشه تا اوضاعش رو روبراه کنه. اون این انتخاب رو داره که زندگی کنونیش رو با زندگی جدیدی عوض کنه. مسیر شغلی جدیدی داشته باشه، روابط شکست خوردهش رو از نو بسازه و رویاهای کودکیش رو دنبال کنه. اون باید در این سفر به دل کتابخانه نیمه شب به درون خودش نظر کنه و اون چه که واقعا به زندگیش معنا و ارزش میده رو پیدا کنه. کتابخونه ای با انبوهی از کتاب که هر کدوم قصه یک زندگی رو میگه. داستان با این جملات آغاز میشه. نورا 19 سال قبل از اینکه تصمیم به مردن بگیره، در گرمای کتابخانه کوچک مدرسه هیزلیدن در شهر بدفورد پشت میز کوتاهی نشسته بود و خیره به صفحه شطرنج نگاه میکرد. جملات کوتاهی که شرحی کامل از زندگی و داستان رو به خواننده میده و داستان یک خودکشی رو روایت میکنه. در ادامه داستان زندگی سراسر از افسردگی و رنج نورا رو میخونیم. دختری که در دبیرستان شنای حرفه‌ای رو از ترس حضور در جمع رها میکنه. یخچال شناسی که عضو علایق اون دورانش بود رو به دست فراموشی میسپاره. از شرکت در گروه موسیقی هزار تو که برادرش رو اندازی کرده بود انصراف میده و برای ادامه تحصیل به دانشگاه نمیره. فلسفه‌ای که عاشقانه اون رو دنبال میکرد رو به کنار میذاره. دو ماه قبل از تاریخ عروسی با دن، مادرش با بیماری سرطان از دنیا میره. شروع افسردگی نورا آغاز میشه. نورا نامزدیش با دن چند روز قبل از عروسی رو به هم میزنه. حالا سالهاست که در یک مغازه به نام تئوری ریسمان آلات موسیقی میفروشه. با همه دنیا قهره و هیچ امیدی به فردا و یا بهتر شدن اوضاع هم نداره. با خوردن داروی ضد افسردگی سعی میکنه کنترل بر اوضاع و شرایط رو از دست نده. نورا به آخر خط رسیده و میخواد به این زندگی سر و سر حسرت پایان بده. حتی ولتر گربه خانگی اون هم در شب حادثه میمیره. اش جراحیه که در دو ماراتون هفتگی شرکت میکنه و به در خونه اون میاد و خبر مرگ گربه رو میده. حال نورا مساعد نیست و اون گربه رو در حیاط پشت خونه دفن میکنه. ساعت 12 نیمه شب با تعدادی از قرص‌های افسردگی به آرامی به خواب میره. تکونی به اندامش میده. در محوطه مهالود بیدار میشه. ساختمان زیبایی با ستون‌های مرمر روبروش ظاهر میشه. با ورود به ساختمان کتابخونه داخل اون محو میشه. در برابرش قفسه‌های بی‌انتها از کتابه که تا سقف ادامه داره. هر ردیف مثل هزار توی بی‌انتهاست. چند بار صدا میزنه. دستشو پیش میبره تا کتابی رو برداره. زنی جلوش حاضر میشه که شبیه کتابدار دبیرستانشه که بر حسب اتفاق با نورا هم صمیمی بود. نورا با خانم علم در دبیرستان شطرنج بازی میکرد. خانم علم به اون توضیح میده که این کتابخونه زندگی هایی که اون میتونست داشته باشه. تا زمانی که کتابخونه نیمه شب وجود داره، نورا هم از مرگ حفظ میشه. از نورا خواست تصمیم بگیره میخواد چطور زندگی کنه. نورا میدونست که هنوز نمرده و بین مرگ و زندگیه. در ابتدا کتاب حسرت‌هاشو به اون پیشکش میکنه. وقتی کتابو باز میکنه، تمام حسرت‌هاش رو به خاطر انتخاب‌های درست یا غلط میبینه. مدت کوتاهی نگذشته که متوجه میشه در حال خفه شدنه. با زحمت کتابو به زمین میندازه تا نفسی تازه کنه. خانم الن پیشنهاد میکنه که مهمترین حسرتش رو انتخاب کنه و کتاب مربوط به اون رو از داخل کتابخونه برداره. با گردش‌های اتوماتیک قفسه‌ها کتاب‌های به دست نورا میدن. اون میخواست با دن زندگی مشترکش رو آغاز کنه. نورا کتابو باز میکنه و وارد میخونه ای در روستا میشه.
درست همون آرزویی که با دن داشتن. خودش رو در بیرون میخونه سنل اسب میبینه و وقتی وارد میشه دن پشت بار ایستاده. بعد از مدت کوتاهی متوجه میشه که دن بعد از چند سال زندگی مشترک با اون از آرزوی داشتن میخونه جز خیانت به نورا به چیز دیگه ای نرسیده. نورا متوجه میشه که حسرت زندگی مشترک با دن رو نداره و با نگاه به تصویر نورای داخل آینه به کتابخونه برمیگرده. این بار حسرت یخچال شناسیشو زندگی میکنه. کتاب دیگه ای برمیداره و به قطب شمال میره. در اونجا برای نمونه گیری از یخچال ها با گروهشون همراه میشه. اون مجبوره برای حفاظت از دیگران نگهبانی بده. گراز قطبی رو با شلیک منور دور میکنه و با ورود خرس قطبی ترس از مرگ رو با تمام سلولهاش حس میکنه. هوگو یکی از مردان دانشمند به نورا میگه اون هم مثل نورا به جای کتابخونه در کلوپ فیلم‌های کرایه‌ای مونده و با برداشتن هر فیلم وارد دنیای دیگه‌ای میشه. هوگو مردی بود که از این سفرهای مجازی در دنیاهای موازی احساس لذت میکرد. در سفر بعدی او شناگر معروفی شده بود که چندین مدال المپیک داشت. برای سخنرانی انگیزشی مهیا میشد. مادرش سالها بود که فوت شده بود ولی پدرش هنوز زنده بود. با همسر دومش به دیدار اون اومدن. از اینکه نورا موفق شده بود پدرش رو ببینه و به اون بگه که چقدر دوستش داره خوشحال بود. نورا این زندگی رو هم دوست نداشت چون مادرش زودتر از زمان ممکن اونها رو ترک کرده بود. برگشت. در زندگی بعد یک خواننده معروف بود که در تمام دنیا خونه‌ای برای خودش داشت. اما در این دنیا برادرش با افراط در مصرف مواد اووردوز کرده بود و از دنیا رفته بود. باز نورا این زندگی رو هم نپسندید. سفر بعدی و سفرهای بعدی در زندگی‌های مختلف هیچ کدوم با به میلش نبود تا اینکه توی یکی از این حسرتاش همسر اش شده بود. پسری که جراح بود و یک بار از اون خواسته بود با هم قهوه بنوشن. نورا درخواست اون رو رد کرده بود. وقتی وارد دنیا شد در کنار اش خواب بود. دختر شیرین و دوست داشتنی به نام مالی داشت. با کمک گرفتن از کودکی مالی تمام اطلاعاتی که برای این زندگی نیاز داشت رو به دست آورد. فهمید که برادرش با زنی آشنا شده و در این زندگی موفق شده. نورا در این دنیا فلسفه تدریس میکرد. با اش زندگی سراسر آرامش داشت. از دوست داشتن و دوست داشته شدن در این زندگی غرق لذت بود. به دنبال خانم الن در همین دنیا رفت. در یکی از سفرهاش دوست برادرش گفته بود که اون رو دیده و حالا برای پیدا کردن اون در این دنیا به آسایشگاه سالمندان رفت. در اونجا با پیرمرد همسایه برخورد کرد که اون رو نشناخت. متصدی سالمندان هم به نورا گفت 3 هفته پیش خانم الن در تنهایی از دنیا رفتن. نورا این زندگی با به میلش بود و خانم الن داخل کتابخانه نیمه شب به اون گفته بود اگه زندگی مورد پسند اون باشه توی اون میمونه. وقتی از سفر یک روزه برگشت، اش و مالی رو با عشق بوسید ولی دوباره مرمور شدن بدنش رو حس کرد و به کتابخونه برگشت. چراغ‌های داخل کتابخونه جرقه می‌زدن و آتش به کتابخونه سرایت کرد. کتابخونه در حال فروپاشی بود و نورا تنها 1 دقیقه وقت داشت در کتابی که آینده اون بود و هیچ چیزی در اون نوشته نشده بود بنویسه. در آخرین لحظه نوشت: من زنده‌ام. زمین زیر پاش تکون شدیدی خورد و نورا چیزی نفهمید. تکون سختی خورد و هر اونچه که در معده داشت رو بیرون ریخت. گوشی رو برداشت و شماره برادرش رو گرفت و کمک خواست. با سختی از خونه بیرون اومد. زنگ خونه پیرمرد همسایه رو زد و گفت آمبولانس خبر کنید. روز بعد به هوش اومد. حالا میدونست که چقدر برای زندگی ارزش قائله و چه زندگی‌هایی که میتونست داشته باشه و چه زندگی‌هایی که میتونه داشته باشه. دوباره با برادرش روابطش رو بهبود بخشید و تصمیم گرفت از این محبت به درستی استفاده کنه. شاید ادامه تحصیل هم میداد. تعداد زندگی‌هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که تو عمرت داری. توی بعض زندگی‌ها انتخاب‌های متفاوتی می‌کنی و اون انتخاب‌ها نتایج متفاوتی رو برات ایجاد می‌کنن. اگه فقط یک کار رو متفاوت انجام داده بودی، داستان زندگیت هم متفاوت شده بود. همه اون زندگی‌ها هم توی کتابخونه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعیه. خب این بود از خلاصه داستان ما، داستان کتابخانه نیمه شب. امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه. اگر مسیر روایت این داستان رو دوست داشتید، طبیعتا میتونید در کتاب نسخه اصلی به طور کامل همراه این سفر جذاب و عجیب نویسنده بشید و از اون لذت ببرید. امیدوارم که این کتاب هم براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.